بسم الله الرحمن الرحیم. حضرت مهدی چه صفات و ویژگی هایی دارند؟ یک سری صفات و ویژگی هایی حضرت مهدی دارند که مشترک است با بقیه اهل بیت. اولین صفت علم بیکران است، یعنی علمی که پیامبر اکرم به صورت علم لدنی از طرف خداوند و به وسیله حضرت جبرئیل آموخته و بعد اون علوم رو به امیرالمؤمنین و بعد یکی یکی به بقیه اهل بیت اون علوم داده شده، علاوه بر منابع علمی که در نزد تمام اهل بیت وجود داره. صفت دوم عصمت هست. عصمت یعنی این که حضرت مهدی مثل بقیه اهل بیت مصون از گناه است، هیچ خطایی، گناهی، سهوی، اشتباهی از او سر نمیزنه. صفت سوم اخلاق عظیم هست، همونطور که خداوند در مورد پیامبر میفرماید و انک لعلی خلق عظیم. اون اخلاق عظیم یعنی مهربانی، عطوفت، حلم، بردباری، صبر و تمام صفات نیک اخلاقی در وجود تمام اهل بیت و از جمله حضرت مهدی وجود داره. صفت بعدی شجاعت هست. پیامبر اکرم، امیرالمؤمنین و تمام اهل بیت، اینها مزین به صفت شجاعت هستند و حضرت مهدی هم آنقدر شجاعت داره که با تمام ظالمین جهان در میفته و قیام میکنه و با اونها مبارزه میکنه. و صفت بعدی سخاوت و جود و بخشش هست که باز در حضرت مهدی وجود داره مثل بقیه اهل بیت. یک سری صفات و ویژگی هایی هم هست که مخصوص حضرت مهدی است. اولین صفت این است که اون حضرت آخرین امام و دوازدهمین امام و نهمین فرزند از فرزندان امام حسین علیه السلام هست و او آخرین وصی از اوصیاء پیامبران الهی است. صفت دوم این که ولادت امام زمان مخفیانه بوده، همانطور که حضرت موسی ولادتش مخفیانه بوده. از ترس اینکه فرعونیان می‌خواستن حضرت موسی رو بکشن، ولادت حضرت موسی به دستور خداوند مخفیانه انجام شده. حضرت مهدی هم ولادتش به صورت مخفیانه بوده. در روایات ما هست که حضرت مهدی از تمام پیامبران گذشته یک ویژگی رو به ارث برده و شباهتی به اونها داره. شباهتی که حضرت مهدی به حضرت موسی دارند، یکیش این است که ولادتشون مخفیانه است. صفت سومی که امام زمان دارند عمر طولانی است، که در این صفت شبیه حضرت نوح هستند. خب از میلاد حضرت مهدی که سال 255 هجری قمری بوده تا اکنون بیش از 1100 سال و نزدیک به 1200 سال گذشته و اون حضرت در حال حیات هستند و عمر شریفشون به این مقدار رسیده است به قدرت خداوند. ویژگی چهارم اینه که گذشت روزگار اون حضرت رو به ظاهر پیر نمی کنه. یعنی وقتی اون حضرت ظهور می کنند، سنشون در حدود 40 سال نشون میده. ویژگی بعدی این است که امام زمان دو تا غیبت داشتن، یعنی در سن 5 سالگی پس از شهادت امام حسن عسکری علیه السلام که به امامت رسید حضرت مهدی، غیبت صغرای اون حضرت شروع شد، یعنی از چشمان مردم مخفی بودن اون حضرت. و در این دوران غیبت صغرا که حدود 69 سال طول کشیده، به وسیله 4 نفر از نایبان خاص با شیعیان در ارتباط بودن اون حضرت. اما بعد از اون، یعنی از سال 329 هجری قمری، که غیبت کبرای امام زمان شروع شده و دیگه ارتباط خاصی با انسان‌ها ندارن و نائبان عام اون حضرت، یعنی فقها و مراجع بزرگوار، در واقع جانشین اون حضرت هستند. تا زمان ظهورشون این غیبت کبرا ادامه داره. ویژگی ششم این است که پس از اینکه اون حضرت به دستور خداوند ظهور کردند و قیام کردند، حضرت عیسی از آسمان نازل می شود، فرود می آید و پشت سر امام زمان نماز می خونه. ویژگی هفتم مسئله عدالت گستری حضرت مهدی است. وقتی اون حضرت قیام می کنند، عدالت رو در سرتاسر زمین پیاده می کنند و اجرا می کنند و گسترش می دن. ظلم و ستم و تبعیض و فساد از بین میره. با ظالمین می جنگن و اونها رو از بین می برن. آخرین ویژگی که از اون حضرت میشه بیان کرد این است که پس از ظهور حضرت مهدی، آسمان و زمین برکات خودشون رو آشکار میکنن، ظاهر میکنن. زمین نعمتها و برکات خودش رو نشون میده، رودخانه ها جاری میشن. به طور کلی شرک و بتپرستی و ظلم و گناه، همه اینها از بین میره و همه انسان ها در خوبی و خوشی به سر میبرند. و السلام علیکم و رحمت الله.